سرخط خبرها. آماده باش کامل صنعا برای شروع جنگ. اقدام آمریکا برای حفظ جان پومپئو و هوک از ترس ایران. دامنگیری ایران به مشکلی که برای اروپا آرزو میکرد. و روسیه خارکیف را با خاک یکسان کرد. مشروع اخبار. آماده باش کامل صنعا برای شروع جنگ. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، به طور کلی مردم سراسر یمن و به طور ویژه ساکنان مناطق تحت کنترل دولت صنعا بیش از پیش متقاعد شدند که ثبات، امنیت و زندگی مناسب در هیچ کشوری که قدرت‌های خارجی در امور داخلی و خصوصی آن دخالت می‌کنند میسر نخواهد بود. چه برسد به اینکه این کشورها و قدرت‌ها علیه یک کشور جنگی را هدایت کنند و بر بخش‌های زیادی از آن سلطه یابند. وبگاه یمنی 26 سپتامبر با انتشار یادداشتی در خصوص وضعیت کنونی یمن نوشت که ائتلاف سعودی در حال تدارک برای سرگیری جنگ است و صنعا نیز آمادگی خود را بالا می‌برد و مردم نیز با این امر همراهی می‌کنند. اقدام آمریکا برای حفظ جان پومپئو و هوک از ترس ایران. به گزارش تابناک به نقل از ایسنا از خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت بایدن ارائه خدمات حفاظت دولتی را برای برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ را به دلیل آنچه تهدید پابرجا از سوی ایران عنوان شده، تمدید کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در اخطاریه‌های جداگانه‌ای که هفته گذشته به کنگره آمریکا فرستاد، تأکید کرد که تهدیدها علیه پومپئو و هوک جدی و موثق هستند. هوک و پومپئو که با سمت‌های دولتیشان در کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران فعالیت داشتند، همچنین از سوی ایران برای نقش داشتن در ترور و به شهادت رساندن شهید سردار قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران، در ژانویه 2020 طی حمله پهپادی در بغداد متهم شدند. دامنگیری ایران به مشکلی که برای اروپا آرزو می‌کرد. علی‌رغم هشدارهای تهدیدآمیز مقام‌های جمهوری اسلامی به غرب درباره زمستان سخت و افزایش قیمت گاز، اغلب کشورهای اروپایی بحران را مدیریت کردند، ولی مشکل کمبود گاز گریبان دولت ایران را گرفته و بسیاری از ادارات و شهرک‌های صنعتی در استان‌های مختلف مجبور به کوتاه کردن ساعت کار شدند. و روسیه خارکیف را با خاک یکسان کرد. به گزارش ایلنا، منابع محلی خارکیف پس حمله روسیه به این شهر، ساعتی پس از سفر غیرمنتظره آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان خبر دادند. اولکسین گوبوف، فرماندار منطقه خارکیف، ساعتی پس از آنکه وزیر خارجه آلمان این شهر را ترک کرد، از حمله روسیه خبر داد و از مردم خواست در پناهگاه‌های خود بمانند. وی در پیام تلگرامی افزود اشغالگران بار دیگر در حال بمباران هستند. وزیر خارجه آلمان که عالی ترین مقام یک کشور غربی محسوب می شود که از خارکیف بازدید کرده است، وعده کمک های بیشتر به کیف داده. بایربوک در جریان این سفر وعده داده که کشورش تسلیحات بیشتری در اختیار کیف قرار می دهد. مواضع بایربوک این امیدواری را ایجاد کرده که برلین تانک های لئوپارد 2 را در اختیار اوکراین قرار می دهد تا به شکستن بن‌بست 11 ماهه در جنگ اوکراین کمک کند.